با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود تقدیم به شما ملت شریف افغانستان در هر کجایی که هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. عزیزان انشالله که همیشه صحتمند و سلامت، جانجور، تیار، خوشبخت و خوشبخت باشین. عزیزان و بزرگواران، امروز شنبه است، روز ابتدا و آغاز هفته. در این روز از حضور کارشناس بسیار محترم مستر روانشناسی بالونی دعوت کردیم تا در مورد مسائل مختلف صحبت بکنند. اما قبل از اینکه سوال خود از ایشان پرسان بکنم، اجازه بدین تا یک سلامی داشته باشم به خانم حسینی بزرگوار. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار سلام خدمت شما دارم، همچنین بینندگان عزیز. امیدوار هستم که والدین عزیز، مربیان و مراقبانی که از کودکان مراقبت میکنن جور صحتمند و همیشه شاداب و در آرامش باشن. تشکر از شما خانم حسینی بزرگوار. بینندگان عزیز و محترم، قبل از اینکه موضوع برنامه را خدمت شما بگویم، اول از همه شماره تماس برنامه را که فراموش نمی کنید، مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما بزرگواران از تو. شما عزیزان میتونید که از طریق واتساپ با همکاران ما در ارتباط شوید، سوالات خودتون را، سوالات مختلفی که پیرامون مباحث مختلف تربیت اولاد دارید، برای از ما روان بکنید. انشاءالله کارشناسان محترم ما با تک تک سوالات شما عزیزان پاسخ خواهند داد. اما موضوعی که در این برنامه و در انشاءالله در شنبه های آینده در خدمت کارشناس و محترم خواهیم بود، مسئله کودکان استثنایی است و یا در واقع کودکانی که یک رقم به صورت مادرزاده گرفتار تکلیف و ناراحتی و یا مرضی هستند. خانم حسینی بزرگوار، وقتی که پدرها و مادرها تصمیم میگیرند، یک زوج جوان تصمیم میگیرند که اولاد دار شوند، همه چشم انتظار یک خوشی هستند، چون اولاد که پا به خانه میگذاره بالاخره امید آینده در خانواده زنده میشه و همه خوشحال هستند، چشم انتظار هستند. اما متاسفانه گاهی اوقات است که وقتی که طفل پا به خانه میگذاره، پدر و مادر متوجه میشن که این طفل متاسفانه گرفتار یک تکلیف است، یک بیماری است، که این تکلیف میتونه که چی جسمی باشه و چی در واقع روحی و مغزی باشه، مغز طفل را درگیر کنه. و در واقع میشه گفت که کاخ آمال و آرزوهای این پدر و مادر جوان به یک باره فرو میریزد، چون اگر این طفل زنده نمانه داغ اولاد بسیار سخت است، اگر زنده بمونه تا نهایت عمرش این رنج و این داغ بیماری لحظه به لحظه نو میشه و تازه میشه. ما در این برنامه میخوایم از شما پرسان بکنم که چه علتی میتونه باعث شود که یک پدر و مادر جوان و یا حتی یک پدر و مادر که اولادای دیگه هم داره و ممکن که حتی همونا هم بیمار هستن، اولاد دار میشن دوباره و ای اولادشان دارای تکلیف مغزی و روانی میشه. استثنان میگن، اصطلاحاً میگن استثنایی است و یا ای که عقب مانده است دیگه. بله، اصطلاحات مانند این استفاده میکنه. چی میشه که چنین اتفاقی میافته؟ بسیار بجا و نیکو شما شروع کردین. من لازم میدانم با اجازه شما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، من ضرورت اهمیت بهداشت روان در خانواده رو بگم. همینطور که همه ما میدانیم، خانواده اولین کانون و اولین مکتبی است که انسان در اون رشد و نمو پیدا میکنه. درست. اگر پایه های این خانه محکم باشه از هر لحاظ، از لحاظ استحکام، از لحاظ مقاومت، از او زمینه های رشد برای یک انسان، برای یک موجودی که پا به جهان هستی میگذاره، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. و من میخوام ضرورت بهداشت روان را تاکید بکنم. علاوه بر این که ما نیاز به خوراک داریم، نیاز به پوشاک داریم، نیاز به تغذیه داریم، نیاز به مسکن داریم، نیازی ضرورتی مهم نیاز بهداشت روان است. اگر ما از لحاظ روانی سالم و جور باشم، میتونم با یک فکر آسوده، با یک خاطر بسیار خوب زندگی خود و دیگران را پیش ببرم. خصوصا در خانواده والدین منظور ماست، پدر و مادرها، اینها که بنیانگذار این هستی است که یک موجود جدید خلق بکنه. درست. پس اینها باید به بهداشت روانی خود بسیار توجه داشته باشه، هم مرد و هم زن. هر دو هنگامی که تصمیم به ازدواج میگیره، هدف ایست که تولید نسل داشته باشه، هدف ایست که پا
پایهای یک زندگی رو استوار بکنه و تلاش داره که از هر لحاظ او زندگی رو به رشد و تعالی برسانه. در زمینه اقتصاد تلاش میکنن، در زمینه پیشرفت خودشون تلاش میکنه، در امور فرهنگی تلاش میکنه و چی بهتر که به بهداشتی روح و روان این زوجین هم به خودشون توجه بکنه. خانم سنی شما از بهداشت روان میگویید، خب اکثر پدرها و مادرها که برنامه را نگاه میکنن ممکنه که پرسان کنن که ما که کدام مشکل و تکلیف روانی که خدای نکرده نداریم و زندگی عادی خود میکنیم، این مقصود از بهداشت روان که شما برش تاکید میکنید چیست؟ منظور این نیست که من خدای نکرده تکلیف داشته باشم پیش یک مثلا کارشناسی که در این زمینه تخصص داره مراجعه بکنیم، در صورت که یک فکر کاملا غلط و اشتباه است. بهداشت روانی هم آرامش خاطر است، هم آسودگی است، هم که ذهن و روان من آرام است، من نگران و استرابی ندارم، ترسی بیهوده ندارم، دلواپس نیستم، اما مهارت باید داشته باشم. نیست که من بیخیال باشم، ده هیچ توجه نکنم، بگم من آرامش دارم، نه، من باید مهارت ها را کسب بکنم، مهارت عزت نفس داشته باشم، خود دوست داشته باشم، اولادای خود دوست داشته باشم، او زندگی را که شروع کردم دوست داشته باشم و احترام بذاریم به همدیگه، به زن بودن ما، به مرد بودن ما، پایبندی یک سری اصول و اخلاقیاتی باشیم که در فرهنگ ما است، در مذهب ما است، به اینها احترام بذارم، اینها باعث می شود که من او آرامش داشته باشم و دچار استراب نشم. یعنی مرد و زن باید تلاش بکنم، مثلا مرد پدر خانواده تلاش بکنه که اید زندگی رو که شروع کرده او آرامش به خانم خود، به همسر خود بده که تو آرامش داشته باش، هیچ نوع ترس و نگران و دلواپسی نداشته باش، من مثل یک کوپشتت هستم. وقتی یک مادری آرامش کسب میکنه دیگه استراب نداره و بعد باعث میشه که همون شما عوامل گفتید که منتظر یک اولاد هستن. خب من این اولاد از زمینه های تولدش فراهم کردم، آیا به خاطر همین میگم که من آرامش دارم، من نگران آینده او هستم یا نیستم باشم، اما نه اینکه دلواپس باشم، نه اینکه یک چیزی مدام ذهن مرا تشویش بکنه که من او اولاد چرقم کلان بکنم، وضعیت اقتصادی او را توجه داشته باشم، وضعیت روانی و روحی او را توجه داشته باشم. از این لحاظ من باید در یک امنیت باشم، در یک آرامش باشیم که زن و مرد میتونه این آرامش رو به هم دیگه بده. یعنی تفاوت بین خانواده‌ای که گاهی اوقات ما میبینیم یک خانواده است که بسیار در تشنج است، در دعوا، قال مقال، اختلاف، جگرخونی، ناراحتی، باز یک خانواده دیگه خشونت، بله، آرام هستند. صرف نظر از اینکه وضع اقتصادی خانواده چی است و چی نیست، آرامش دارن، آرامش، نه که بیخیالی باشه، بیخیالی، ولی آرامش داره، همو اعتماد به هم دیگر رو داره و او احترام به هم احترام داره و ای باعث میشه که من وقتی آرامش درونی و آرامش زندگی داشته باشم، زمینه های او قدم نورسیده را خیلی به خود مبارک میدانم و زمینه چینی میکنم. این سبب میشه که خب وقتی یک زوج تصمیم به تولد یک کودک میگیره، به قول شما منتظر یک چیزی بسیار بزرگ است. بله. کلی برنامه میریزن، از هر لحاظ اقتصادی داشت فکر میکنن، نمیدونم هر چان که برای یک نوزاد آمادگیش داره پدر مادر فکر میکنه و ای که از همه مهمتر از هم میپرسن که جنسیتش مثلا دختر است پسر است و مهمتر از هم که سالم باشه. هر فرق نمیکنه، مقصد اولاد ما چی دختر چی پسر باشه، خدا کنه که سالم باشه. یکون خانواده هم هستند خانم حسینی در کشور ما که این فکرها را نمی کنن. خب میگه اولاد را خدا میده بدون کدام برنامه ریزی، بدون کدام فکری، فقط میگن خب ما اولاد دار شدیم دیگه، هر وقت که خدا بخواه میشه. هیچ فکری هم نمی کنن، هیچ چشم انتظاری خاصی هم ندارن، میگن اگر شد شد، باز اگر نشد باز اونجا ناراحتی برش میاد. ناراحتی پیش میاد که متاسفانه او جزی فرهنگای بسیار اشتباه ماست که ما برای همونطور که یک مهمان برای خانه ما میه، ما مقدمات برش نمیچینیم، خانه رو مرتب میکنیم، غذای بسیار خوب میپزیم که ورود و مهمان رو خوش آمد بگیم. برای اولاد همینطور است، من نمیشه که غیر منتظره منتظر یک چیز باشم و هیچ کاری برای آمدن او طفل نکرده باشم و هم طفلی که قرار است پا به هستی بگذاره و این جهان را به قول
ما آباد بکنه. پس ما باید زمینه های آمدن او را به خود بشینم که یک سری و کودک استثنایی رو میخواستیم بگیم، اولادی که سالم است خدا رو شکر از هر لحاظ قدمش خوش است و شادی رو برای خانواده بله. هدیه میده و این بسیار جای سپاسگزاری داره. و اما گاهی اتفاق میفته کودک ما استثنایی است. من تعریف استثنایی را بگم خدمت شما و والدین. مزل میخوام خانم حسینی، قبل از اینکه تعریف استثنایی را بگویید، اجازه بدین تو یک میان برنامه را ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما. اما بینندگان عزیز و محترم، همین الان هم میتونید که از طریق شماره تماس مثبت 964-780-255-413 با ما در ارتباط شوید، سوالات خودتان را از کارشناس محترم پرسان بکنید و انشاءالله در همین برنامه سعی میکنیم که با سوالات شما عزیزان پاسخ داده شو. و اگر شما در خانواده خودتان یا در فامیل خودتان اولادی دارید که استثنایی شمرده میشه یا خدای نکرده با همه عنوان عقب افتاده یا دارای تکلیف مغزی و ذهنی شمرده میشه، سوالات خودتان را و یا تجربیات خودتان را میتونید که برای ما روان بکنید. بعد از یک میان برنامه بسیار کوتاه برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى خب بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی میبینید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم، روانشناس بالینی، خانم حسینی بزرگوار. خانم حسینی، شما در مورد کودکان استثنایی صحبت میکنید و بر ضرورتی مسئله صحبت کردید که باید خانواده بهداشت روان داشته باشه. قبل از اینکه شما تعریفی از کودکان استثنایی را کنید، من اینو پرسان کنم که آیا اگر خانواده بهداشت روان داشته باشه تأثیری داره بر به دنیا آمدن کودک استثنایی یا نه؟ یا اینکه مد نظر شما است که کاملا بهداشت روان داشته باشه به این معناست که آمادگی داشته باشه که هر نوع طفلی اگر به خانه پای گذاشت ما بدانیم که چی رفتار با او داشته باشیم؟ سال بسیار بجا کردین. هر دو مورد میتونه تأثیر داشته باشه، هم در جلوگیری از این پدیده میتونه پیشگیری داشته باشه و هم در ای که ای آمادگی را برای او بیدن که ممکنه باز عواملش را خدمتان ذکر میکنیم که چه عواملی باعث میشه یک کودک استثنایی متولد شود که اگر ما بهداشت روان داشته باشم یعنی سازگاری با محیط دارم، یعنی موقعیت درک میکنم، یعنی سنجیده فکر میکنم و عمل میکنم و تولد چنین کودکی را هم میپذیرم. اینم با ذکر میکنیم که برخورد خانواده ها چه رقم میشه. ما چند خانواده داریم و با برخوردهای مختلف با تولد ای کودکان استثنایی. درست، در خدمت شما. تعریفی از کودکان استثنایی بگیم، کودک استثنایی کودکی است که از لحاظ هوشی، ذهنی، جسمی، رفتاری با کودکان همسن سال خود متفاوت است، فرق میکنه. از لحاظ هوشی در چند رده قرار میگیره، از لحاظ عقب ماندگی در 7 طیف هست که انشالله در برنامه آینده تعریف میشه، هر کدوم خصوصیاتش گفته میشه، اشکالشون گفته میشه، و از لحاظ رفتاری که چه رقم هست. و غیر از این که ما استثنایی را اگر در عموم شنیده باشیم فکر میکنیم که عقب مانده است، در صورت که استثنایی یک جنبه مثبت دیگه هم داره. کودکان تیزهوش هم شامل کودکان استثنایی میشه که ما گفتیم در این برنامه بگیم که او شادی و طراوت داشته باشه که آغاز برنامه ماست. بعد به کودکان نازنین و دوست داشتنی معلول ذهنی و جسمی که ما توفیق
4 سال خدمت به کودکان داشتم از لحاظ آموزشی فوق‌العاده دوست داشتنی هست که انشاءالله باز بسیار مهربان هستن، فوق‌العاده مهربان و صادق است. یعنی خلوص که آنها داره من در هیچ انسان یا حتی کودکی ندیدم. یک تجربه بسیار شخصی است و فوق‌العاده بندگان نازنین خداست که میگیم چی برکاتی گاهی خانواده نقل میکنن که با وجود او تولد چون کودکانی نصیبشان شده. پس کودکان تیزهوش هم جز کودکان استثنایی است. حال تعریف از تیزهوشی، تیزهوشی از نامش پیداست، کسانی که فوق‌العاده باهوش است، از یک استعداد برتر نسبت به همسن و سالای خود برخوردار است، سازگاری خیلی بسیار خوب با محیط دارد، بسیار سریع، آسان و تیز با محیط ارتباط برقرار می کند، از لحاظ یادگیری فوق‌العاده هستند. گاهی کودکان ما از لحاظ یادگیری در چندین رده قرار می گیرند، کند آموز هستند، در آموز هستند، چند تکراره هستند. یک کودکی ممکنه در مکتب 10 بار توضیح داده شود بفهمه، یک کودکی 3 بار، 2 بار یا 1 بار، اما این کودکان با یک بار شنیدن، با یک بار دیدن موضوع و مطلب رو می گیرند. کودکانی هستن که از لحاظ فکری فوق‌العاده هستن. پس دیگه پدر و مادرش دیگه باید خوشحال باشد دیگه، هیچ کدام مشکل نداره دیگه. خب باز هم ای یک مبحث طولانی است که این رقم کودکان استثنایی است داریم عرض می کنیم، باز برخورد و رفتار ویژه‌ای را می طلبه، آموزش خاصی را می طلبه، چون یادگیری این کودک، فراگیری کودک بسیار سریع و فوق‌العاده است. در کنار دانش آموزان عادی گاهی براشون کسلات آورده در مکتب، حتی در بین بازی با کودکان، حتی برخورد والدین با اینها هم یک سری آموزش ها و مهارت های خاص رو می طلبه. کودک من باهوش است، اگر من از لحاظ رسیدگی به او کوتاهی بکنم ممکنه او در رشد نکنه یا سرخورده شوه یا دچار افسردگی شوه. کودکان تیزهوشی داریم که از لحاظ فرهنگی و خانوادگی و آموزشی او مهارتهایی رو که اینها باید توی زمینه خود به دست میارد به دست نیاوردن، دچار یک شکست، دلمردگی و افسردگی میشن، چون سطح ذهنیشون بالاتر از خانواده و آموزش خاصی رو میطلبه، رفتار بسیار خاصی رو میطلبه. اینها کودکایی است که زود حوصله‌شون سر میره، چون که آموزش میفهمه با یک بار. اگر یک مکتب عادی درس بخونه اصلشون سر میره. خب اونجا طفلای مختلفی است، یک معلم نازنین باید بسیار درس تکرار بکنه، مرور داشته باشه، یک مضمون یک درس ممکنه 3 روز طول بکشه، 2 روز و این کودک کلافه میشه. این درس رو میفهمه، باز شروع میکنه به اینکه به همسنفی خود آزار برسانه یا اینکه یک ضربه بزنه، یک کاری بکنه، چون که دیگه او آموزش رو گرفته، دیگه حوصله‌اش سر میره. بله. کلافه میشه، میگه خب مثلا من یاد گرفتم، خب فضای بیشتری رو میطلبه. به خاطر همین ما آموزش های استثنایی مدارس یا مکاتب تیزهوش در جهان بله. هست که این کودکان، این طفلا از صنف اول شناسایی میشن، پی میبرن که کودک تیزهوش است و به جز استعدادهای برتر باید معرفی شود. بله. مکاتب خاصی وجود دارن. بله. دیگه افرادی کودکانی که استثنایی شمرده میشن غیر از تیزهوش دیگه کدام کودکان محسوب میشن؟ دیگه همین دو قشر عقب مانده ذهنی که 7 طیف میباشن و کودکان جسمی حرکتی. جسمی حرکتی ها هم از لحاظ جسمی دچار مشکل هستن که او جسمی که دچار مشکل و یک عیب یا معیوبیت به حساب میاد، او باعث میشه که در روح و روان آسیب وارد شود. به مرور زمان اگر یک سری توانبخشی ها در حقشان صورت نگیره، یک سری خدمات ویژه شامل حالشان نشه، آنها هم رو به افسردگی، رو به دلمردگی پیش میره. بله. که یک تأثیر داره. درسته. ما باید میگه خانم حسینی، شاید بینندگان عزیز ما هم چنین موارد را یا دیده باشند یا شنیده باشند که یک طفلی در قریه ما بود که این کر بود. خود طفلی که کر است کدام مشکل ذهنی دیگه نداره. کر است نمیتونه گپ بزنه. و این متاسفانه چون کر بود همه فکر میکردن که این دیگه عقب مانده است، آره چیزی نمیفهمه. و این دیگه وقتی که پا به نوجوانی و جوانی گذاشت، واقعا از لحاظ اعمالی که انجام میداد مثل یک دیوانه، مثل یک عقب مانده رفتار میکرد.
در حالی که قبل از او در دوران طفولیت، در دوران کودکی کاملا طبیعی بود، فقط کر بود. فقط کر بود. ما اینا انشالله جز برنامه آینده است که یک بس مخصوص کودکان ناشنواست، کم شنواست، نابینا و کم بینا، همه اینها جز کودکان استثنایی محسوب میشه با رفتارهای خاص، با آموزش‌های ویژه و خاص به اینها باید رسیدگی شود. به قول شما همی گفتین خصوصاً کودکان ناشنوا که جز کودکان خاص استثنایی محسوب میشه، چرا که اونها از لحاظ استعداد هم بسیار قوی هستن، از لحاظ درک چشمی بسیار قوی هستن، فقط ناشنوا هستن و نمیشنون. و اگر اینا آموزش های خاص و رفتارهای خاص در اینا رسیدگی نشوه، اینا دوچار یک نوع بیماری اختلال روانی میشن به نام پارونیا یا بدگمانی. بدگمان هستن در کل جزء استثنایی هایی هست که نمیشنون، احساس میکنن کسی که با هم گپ میزنه در مورد اینها میگه. اگر او زبان اشاره را طرف مسلط نباشه که با این ارتباط خوب برقرار بکنه، این ذهنیت بر او ایجاد میکنه و به قول شما گفتیم باعث ناسازگاری رفتاری میشه، جزء اختلالات رفتاری میشه. چه چیزی باعث میشه که طفل ما یا تیز هوش شوه یا که خدای نکرده همین عقب افتادی ذهنی شوه یا عقب افتادی جسمی و حرکتی شوه؟ آیا از دست ما کاری برمی آید برای که اولاد از ما رقم نشوه یا که تیز هوش شوه، بخوایم که اولادم تیز هوش شوه، و یا که کلگیش برمیگرده به که وراثت در واقع چی چیزی در کروموزوم های ما نهفته است؟ اتفاق همه اینها تاثیر داره. ما نمیتونیم بگیم که یک مورد خاص است که من خدمت شما ذکر میکنم. یکی از عوامل بسیار مهمش به قول شما عوامل ارثی و ژنتیک هست، همون قسم کروموزوم ها که تاثیر خودش میذاره، یا ازدواج های فامیلی که از این طریق ممکنه منتقل شوه که همون از وراثت هست، از نسلی ممکن از پدر کلانشان یا از پدری یا از مادری یک ژن نهفته در اینها باشه. با ازدواج ای دو بدون اینکه آزمایش ها و قربالگری ها صورت گرفته باشه میگین جلوگیری میکنین، با علم امروز، با صنعت و پیشرفت امروز ما میتونیم از تولد چون کودکانی جلوگیری بکنیم، چون اونها درست نعمت خدا هستن اما آسیب رو بیشتر خودشان میبینه، خانواده میبینه و جامعه اگر درست با اینها رفتار نشه و آسیب میبینه. پس از طریق آزمایشات ژنتیکی که امروز رواج هست و همه زوجین انجام میده، میتونن پی ببرن که آیا این ازدواجی که صورت گرفته از لحاظ فامیل ژن اینها معیوب هست نه، و اونها از پزشکی تعیین میشه. این مشکل از لحاظ ژنتیکی حل میشه. از مهمترین عوامل به دنیا آمدن اطفال استثنایی وراثت است. در مورد همین مسئله میخوایم بیشتر گپ بزنیم، اما بعد از یک میان برنامه بسیار کوتاه. بینندگان عزیز و محترم، همچنان تاکید میکنم سوالات خود از طریق شماره تماس مثبت 964-780-255-43 میتونید که همین الان هم برای ما روان بکنید از طریق واتساب. انشالله سعی میشه که با تک تک سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. بعد از این برنامه بسیار کوتاه برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را نگاه میکنید از تلویزیون جهانی هادی، و ما همچنان گفتگو و صحبت میکنیم در مورد مسئله کودکان استثنایی با کارشناس محترم خانم حسینی بزرگوار. خانم حسینی، شما در مورد عوامل مختلفی که تأثیر گذار هستند به
تولد اولاد و کودک استثنایی صحبت میکنید و یکی از مهمترین عوامل را فرمودید که وراثت است. یعنی وقتی که پدر و مادر مثلا همطور که رنگ پوست پدر و مادر تاثیرگذار است برای اولادشان، اما رنگ پوست را، موی را، چشم را و دیگه ویژگی های ظاهری را داشته باشد، بیماری هم همه رقم است. خب ما بسیاری موارد میبینیم که پدر و مادر با دکتر مراجعه میکنن، دکتر ژنتیک میگه که خب شما اولادتان احتمالاً دچار نقص میشه، یا میبینیم پدر و مادر سالم هستن هر دو اما اولادشان دچار نقص است. در اینجی آیا وراثت چگونه میتونه تاثیرگذار باشه؟ چون پدر و مادر کاملا سالم بودن. پدر و مادر کاملا سالم است از لحاظ ظاهری. این داریم داخل ژن هست. کروموزوم های اینها که از لحاظ پزشکی اگر بررسی شوه، توی آزمایش ها دیده میشه که ژن های اینها معیوب است و یک ژن نهفته داره. ممکنه پدر داشته باشه یا مادر داشته باشه و اگر فامیلی هم باشه بین هر دو ممکن باشه. حتی مثل کسی که به قول شما اشاره کردین رنگ چشمشون رنگ سبز باشه، میگه ما در نسل جدید خود کسی رو نداریم ولی طفل ما مثلا سبز از چشمایش، میفهمه که مثلا جد پدری مثلا یک از پدر یا مادرش رنگ چشمش سبز بوده، او نهفته بوده و در اینها نمود پیدا کرده. یعنی او بیماری هم میتونه نهفته باشه در پدر و مادر، دیگه از قسمت و شانس اولادش دولت مولد شده، دولت بخوره. حتی ممکنه که ما پدر مادرهایی داریم که ازدواج فامیلی دارن و اولادشون سالم است، یا پدر مادرهایی داریم که دو اولاد سالم داره یک اولاد بله، معلوم بله. داره. اینها از طریق ژن منتقل میشه که همون ژن های نهفته است که فعال میشه. بعد این قابل درمان است فقط با آزمایش. قبل از اینکه آزمایش دیده شود، در آزمایش نشان میده از لحاظ پزشکی مسمومیت دارویی ها مشخص شود، وگرنه اگر او طفل بسته شده و دیگه متولد میشه. بله، ما بسیار علاقمند هستیم که یک برنامه را بس در مورد همین مسئله صحبت بکنیم، چون نسبتاً شایع است به ویژه در بین مردم ما، چون آزمایش های پزشکی و ژنتیک اونقدر رواج نداره. متاسفانه. انشالله بینندگان عزیز و محترم، این قول را از خانم حسینی بزرگوار میگیریم، یک برنامه در مورد همین مسئله صحبت میکنیم. اما شما میتونید که سوالات خودتون را اگر در بین فامیل خودتون یا خدای نکرده خانواده خودتون کدام مورد مشابه دارید، سوالات خود از طریق شماره مثبت 964-780-255-13 برای ما روان بکنید. در خدمت شما هستیم. دیگه عوامل را اگر بفهمید، دیگه هنگام تولد طفل است، هنگامی که از طریق گاهی مسمومیت داری، گاهی مادر داروهایی را مصرف میکنه در بله. دوران بارداری، از لحاظ روحی و هیجانی گاهی یک استراب، یک خبری بسیار ناگوار، یک اتفاق، یک حمله انتحاری ممکنه، یک صدای بسیار وحشتناک، اینها هم تأثیر داره به ای که جنینی که در رحم مادر است دچار او استراب در میابه و ممکنه ضربه روحی و ضربه مغزی ببینه که باعث معلولیت شبکه. یعنی همین شرایط که می الان هم متاسفانه بسیاری از مردم ما هستن که بالاخره در برخی نقاط جنگ است، انفجار هست، انتحار است. امی گاهی وقتا می جابجا شدن ها و جابجا کردن ها که مردم از خانه خود بور میکنن از جای یک مردم یک منطقه را، تمام اینها میتونه که تاثیر خود بذاره. یعنی اون رنجی که در محیط مواجه میشه مادر با اون رنج، میتونه که خدای نکرده منجر به تاثیر بذاره. همونطور که بله. مادر اون تاثیر و اون رنج رو داره تجربه میکنه، طفلی که درون او هست او را کاملا درک میکنه و میپذیره، چون پذیرفته باعث معلولیت او میشه، باعث ناسازگاری رفتار. بله. گاهی ممکنه طفل ما سالم باشه اما ناسازگاره، اما یک ویژگی روحی و روانی خاصی داره، به قول ما بسیار بدخوی بله. است، بسیار تند است، دچار حمله های قلبی میشه، گاهی به جسمش نمیزنه به روح و روانش میزنه او استرا و او ترسی که از محیط مادر کسب کرده، که متاسفانه اینها هم جز بسیار عواملش هست که قابل توجه است. زایمان های سخت و طولانی بله. ممکنه و ای که تولد کودک بیش از موقع باشه، بسیار زود باشه، میشه کودک نارس، کودکی که ناپخته است، این هم باعث عقب ماندگی میشه. بله خانم حسینی،
من مشاهده کردم، شاید این مشاهده من یک مشاهده نو قصه باشه، که در بین خانواده هایی که از لحاظ مالی فقیرتر هستند شیوع داره چنین مسئله ای که اولادشون یا کم وزن است به دنیا میاد یا زایمان زودرس میکنه مادر، و یا اینکه کدام امی تکالیفی تکلیف های ذهنی و روحی و یا جسمی برایشون ایجاد میشه. آیا تاثیرگذار است؟ بسیار جز عواملش است که ذکر میکردم، شما زودتر ذکر کردین. عوامل تغذیه، تغذیه بسیار مهم است. انواع ویتامین ها باید به مادر و طفل برسه، انواع پروتئین ها و گوشت ها برسه، نقص از محیط کسب بکنه. پس تغذیه بسیار مهم بود، سوی تغذیه بسیار مهم است. پس تغذیه خیلی مهم بود، سوی تغذیه، بزرگی نوزاد، زایمان های سخت و طولانی، گاهی پیچیدن بند ناف دور گردن طفل هم میتانه، گاهی از لحاظ پزشکی به مادر داروی خاص تجویز میشه، اکسیژن زیاد، اکسیژن زیاد هم باعث عقب ماندگی طفل میشه، گاهی هم تشنج، اگر شنیده باشید گاهی تشنج و تب کردن های طولانی طفل و نوزاد ما، اینها هم باعث میشه که کودک ما دچار او نقص شوه. و گفتین فقر فرهنگی گاهی میتونه این تاثیر رو بگذاره، فقر اقتصادی، اگر خانواده و پدر و مادر ما او توان مالی رو نداشته باشه که به قول شما به تغذیه او برسه، که متاسفانه شاید هم اکثریت معلولیت های ذهنی و جسمی در بین خانواده های فقیر جامعه هست، چون که مواد موجود در بدن مادر و طفل نرسیده. و گاهی مسمومیت ها، بله، ممکنه مسمومیت دارویی باشه، گاهی مسمومیت غذایی باشه، اینها هم بسیار تأثیر میذاره. و خانم حسینی عزیز، در این مسئله مهمی که شما اشاره کردین، مسئله تشنج است، که من میفهمم که در بسیاری از اولادهایی که خردتر هستن زیر 5 سال هستن، تشنج عامل و علت اولیش همی تب است. بله بله میگن مردم ما، و کوتاهی کردن پدر و مادر میتونه که بسیار بسیار تاثیرگذار و خطرناک برای آینده اولادشون باشه. اینو میگه معلولیت گاهی اینا حین تولد بود، بعد از تولد در دوران شیرخوارگی طفل ما سالم متولد شده، منتها طفل 1 ماه است، 2 ماه است، 20 روز است، بر اثر یک تب بسیار گاهی تب خفیف است. تقریبا یک چند مدت پیش بود یکی از قومای ما طفل 2 ساله داره تب کرده بود و تشنج، منتها مادر که در شفاخانه برده بود میگفت که من گفتم طفل ما تب نداره، تب نداشت، بدنش داغ نبود، در صورتی که دکتر گفته بود این تبش درونی بوده. ببین چقدر ما باید یک والدین آگاه باشیم از هر لحاظ، میگم اون مهارت و دانش داشته باشیم که ممکنه طفل ما در خواب باشه تشنج بکنه. من میگم طفل ما سالم بود، جور بود، تبم نداشت، در صورتی که دکتر بگه تبش درونی بوده، ممکن یک سرفه بسیار کوچیک کرده باشه، یک سرماخوردگی بسیار جزئی در بدنش رسیده باشه، این دچار تب شده در خواب. من چند نفر خانم حسینی شنیدم کسایی که در خانوادهشان سابقه اولاد استثنایی را نداشتن، بله، اما یک اولاد مثلا یک بچه یا یک دخترشون رقم بود، میگفتن که وقتی که خورد بود ما را در دکتر بردیم، دکتر پیچکاری کرد بچه‌م این رقم شد، در حالی که چه بسا که علت پیچکاری دکتر نباشه، نمی تب شدید است، تب شدید است. البته گاهی هم این اتفاق ها افتاده، مون تا نه ذهنی، ممکنه معلولیت جسمی رو همراه داشته باشه که اگر پیچگیری اشتباه باشه ممکنه او تزریقات، یعنی پیچگیری هم میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه جزء معلولیت های جسمی حرکتی شوه از قسمت پا. ما مواردی داشتم کودکان و طفل هایی که مادرش میگفت طفل ما سالم بود، ما دکتر بردم و پیچگیری اشتباه کرده بودن متاسفانه و از ناحیه قسمت پا دچار معلولیت شده. متاسفانه حسین در حد کمتر از 2 دقیقه، در حدود 1 دقیقه فرصت دارم، میگه یک جنبندی بفرمایید. بسیار تشکر میکنم.
خب تعریف کودکان استثنایی رو فهمیدیم و ای را عواملش خدمتتان عرض کردیم که چه عواملی روی این کودک تأثیر داره. ما منتظر ورود یک کودک سالم و شاداب هستیم، منتها گاهی یک سری عوامل مثل در هنگام تولد ممکنه کودک من نارس و ناپخته باشه، ممکنه مسمومیت دارویی داشته باشه، مادر استرابی بر او وارد شده باشه، یک ناهنجاری رو تجربه کرده باشه. همه این عوامل دست به دست این میده که کودک من استثنایی شوه، کودک من دچار معلولیت ذهنی جسمی حرکتی شوه و گاهی هم هست که کودک من تیزهوش و باهوش میشه که او استثنای خاصی داره و من والدین باید خود برای ورود چنین طفلی آماده بکنم. به حال این اولاد ماست و برخورد ما را میطلبه از لحاظ رفتاری، از لحاظ آموزشی و ای که من او را آماده کنم که وارد یک جامعه شوه که از لحاظ عاطفی روانی که بسیار مهم است و عرضم در برنامه های آینده انشاءالله کامل توضیح داده خواهد شد که با این کودک من چگونه رفتار بکنم. آیا مانند یک کودک عادی میشه با او رفتار کرد یا خیر؟ بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسینی بزرگوار. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان و بزرگواران، پس از این هفته به بعد در روزهای شنبه در خدمت کارشناس محترم ماستر روانشناسی بالینی خانم حسینی بزرگوار هستیم با موضوع کودکان استثنایی. اگر که کدام سوال در مورد این مسئله دارید، اگر که کدام تجربه دارید و میخواهید که با ما در میان بگذارید، با شماره تماس مثبت 964-780-255-413 از طریق واتساپ در تماس شوید. همچنان برنامه از طریق اینترنت هم به صورت زنده پخش میشه، از طریق سایت جهانی تلویزیون هادی میتونید که برنامه ها را ببینید. همچنان برنامه گذشته را اگر دست دادید میتونید که دنبال بکنید با همراه کارشناس محترم. از حضور شما مرخص میشیم. عزیزان در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.